به نام پروردگار بنیاز. بیننده های عزیز جاغوری نیوز سلام بر شما، امیدوارم که صحتمند و سرحال باشید. ماه محرم الحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، تسلیتتان باد. ما سهیلا رستگار هستم. گزارش امروزی ما در مورد بازگشایی دوباره مکاتب می باشد. با ما باشید و مرا همراهی نمایید. استاد، با عرض سلام خدمت شما، امیدوارم که صحتمند باشین. شما لطفاً خود معرفی کن برای کسایی که همکنون مورد بیننده هستن. تشکر از شما، تشکر از جاغوری نیوز. اید محمد مشتاق هستم، استاد فیزیک لیسه نسوان مهاجرین از منطقه زیرک. تشکر استاد. استاد، شما چه حسی دارین از اینکه دوباره مکتب شروع شده و میتونین که دوباره مشغول درس دادن شونین؟ یک حس خوب ایجاد شده در کل استادا و شاگردا. یک ترس هست که از پس لرزه کرونا تا که ما جدیم کرونا نگره، اگر نکتشه که ما با یک حس خوب در سال شروع مون. استاد، به نظر شما شاگردان مثل سالای قبل با انگیزه میان سر درس یا که نه قرنطین کدام تأثیری سر از واقع کده؟ احتمالاً تأثیری خود داره، ولی انگیزه زیادتر به شاگردان دیده میشه، چون که تقریباً 5 ماه 6 ماه از مکتب دور بودن، اینا باز باید انگیزه خوب به شاگرد خلاقه بیشتر بودن مکتبان. کدام گفتنی اگر بلدی شاگردان داشتشین؟ بخش شاگردان گفتنی خاصی ندارم، پس کل شاگردان خواهش می‌کنم که درس را بخوانند و چون که همین ماهای دوری که از مکتب بودن نمیره جبران کنن و بیشتر درس بخوانند، بیشتر تلاش کنند تا که حداقل یک جبران خوبتر بیشتر شد بخش درس. خوار خود معرفی کو بلده بیننده های جاغوری نیوز. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا سعیدی هستم، متعلم صنف 12 لیسه نسوان مهاجرین. زهرا جان، از اینکه دوباره مکتب شروع شده و میتونی درسای خود را بخونی و ادامه بدی چه حسی داره؟ حسی خیلی خوب دارم از اینکه دوباره مکاتب را باز میگیرم و دوستای خودم میگیرم و استادای خود را دوباره میگیرم. زهرا جان، در ایام قرنطین زمانی که مکتب نبود چی مصروفیت داشتی؟ در چه کارها مصروف بودی؟ مصروفیت کارهام به خاطر قرنطین زیاد بود، در خانه همراه فامیل کمک کردیم در کارها و پیش خود درس خواندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم صادقی هستم، معلم ادبیات و علوم دینی لیسه نسوان مهاجرین. تشکر استاد. از شما میخوایم پرسان کنم که چه حس دارین از اینکه دوباره سر وظیفه خومین؟ شخصا خودم به خاطر از اینکه مدت های خیلی طولانی میشه که وظیفه مقدس معلمی رو دارم، 18-19 ساله که من معلمیم، و این خاطر دوران قرنطین برای من خیلی سخت شد و حالی که به اصطلاح برنامه ها دوباره شروع شده خیلی خوشحالیم و برنامه خود را انشاءالله به شکل خوش و امید خدا پیش خواهد بردیم. استاد، در ایام قرنطین به کدام وظایف مشغول بودین؟ من در زمان قرنطین به کارهای دهقانی مشغول بودم زیادتر. استاد، آیا شاگردا مثل گذشته با شور و شوق و با انگیزه وارد مکتب میشن یا که نه قرنطین کدام تاثیر سر از واقع گذاشته؟ خب قرنطین در کل جهان اثر گذاشته، روی همه مردم دنیا تاثیر سوی خود را داشته و در افغانستان هم این قرنطین اثرات بد خود را البته داشته. در روزهای اول که شاگردا وارد مکتب میشدند یک مقدار تشویش و دلهره داشتند، رفته رفته و کم کم حالا به حالت عادی سابقه خو باز میگرده. استاد، فعلا چند صنف درس میخوانند در مکتب؟ چند صنف شروع شده؟ فعلا طبق دستور وزارت محترم معارف 2 صنف 11 و 12 شروع به درس خواندن کرده و معلمین مربوطه در صنف ها حاضر میشه تا ببینی در آینده چه خواهد شد و وزارت معارف چه پلان دیگه خواهد داشت. استاد، در جریان درس زمانی که استادا و شاگردا وارد مکتب وارد صنف میشن، آیا فاصله های اجتماعی و مسائل بهداشتی را مراعات مونن یا که نه؟ تا جایی که در حد توان معلم و شاگرد باشه فاصله مراعات میشه. در صنفایی که صنف کلان باشه و شاگرد کمتر باشه فاصله مراعات میشه. دیگه از نگاه بهداشتی وزارت معارف، وزارت صحت عامه برای مکاتب کدام کمکی نکرده و کدام راهنمایی خاصی هم نداشته و این خاطر ماسک و سایر وسایل بهداشتی در مکاتب وجود نداره. کدام گفتنی اگر داشته باشین برای شاگردان استاد؟
خب از اینکه مسئله کرونا شوخی بردار نیه، یک مسئله خیلی جدی و خطر بزرگ جهانیه. از شاگردان تقاضا داریم که حداقل امکاناتی که در اختیارشان است استفاده کنند. مثلا ماسک یک چیزی است که هر کس میتونه پیدا کنه و تهیه کنه، ماسک استفاده کنه. دیگه بهداشتی از نگاه مثلا صابون و سایر وسایلی که در دسترس قرار داره باید استفاده کنه. خوار عزیز، خود معرفی کو بلده بیننده های جاغوری نیوز. اولا سلام خدمتی تمام بینندگان جاغوری نیوز. عاطفه مساوی، متعلم صنف 12 لیسه نسوان مهاجرین. عاطفه جان، از اینکه مکتب شروع شده و دوباره میتونی که مکتب بایی و درس بخونی، آیا خوشحالی؟ بله، بسیار زیاد خوشحالیم. زیاد خوشحالیم به خاطر از اینکه دوباره مکاتب باز شده، میتونی درسای خود را ادامه بدی، دوستای خود را، همصنفای خود را میتونی ببینی و درس بخونی. عاطفه جان، تا چی اندازه آماده ای بلده شروع درس؟ زیاد آمادگی زیاد گرفتیم، انشالله 100% آماده ایم که دوباره درسای خود را آغاز کنیم و درس بخونیم. عاطفه، در زمان قرنطین چقدر تا چی اندازه در کارهای خانه با فامیل کمک کردی؟ در زمان قرنطین کارها زیاد بود و زیاد کمک کردی، تقریبا 100% و 90% ما در کارهای خانه کمک کردیم. آیا درس هم میخوندی یا نه از درس فاصله گرفتی؟ بله، درس میخوندیم اما زیاد نه، بخاطر از اینکه در شبکه های اجتماعی زیادتر دسترسی نداشتیم و درس میخوندیم در پیش خود. خوار خود معرفی کو بلده کسایی که همکنون مورو بیننده هستن. سلام به بیننده های جاغوری نیوز، جلیله رحمی هستم، یک از شاگردان لیسه نسوان مهاجرین. جلیله جان، چقدر خوشحالی از اینکه دوباره مکتبم دی و شروع به درس کده؟ خوشحال، زیاد خوشحالی که بعد از یک تحتیلی بسیار زیاد دوباره به مکتب انده و بسیار خوشحالی. در ایام قرنطین، زمانی که مکتب نبود و درس نبود، آیا در خانه توسط به وسیله شبکه های اجتماعی و به صورت آنلاین هم درس میخوندی یا نه؟ به صورت آنلاین خود درس نمیخوندی، چون اینجا اینترنت ضعیفه، به از طریق تلویزیون میخوندی. در ایام قرنطین دیگه در چی کارها مصروف بودی؟ در ایام قرنطین مصروف درس بودی، مطالعه، دیگه کمی کوک، مصروف این چیزا بودی.